istisori riscon din bahaiul de poale de contamonășteaz. Gămiot e mahtărul mădoriz, iar e marcăsul omuzișil, dar tamune nu poti tolixton. Gămiot e bohșarui cu de conar, gămiot e mahtărului talabote meriovăi gemoni vă băinar mileli, hamă bohoteri cu de conar navreson, ramonășteaz ki, این هم دستاورد بزرگی دوران 30 سال استقلال محسوب می‌گردد. شما در مورد مسئولیت انسانی پدران و مادران امروز تاجیکستان که جهان به حد در حال بحران قرار دارد، پدر و مادر باید در سرنوشت کودکان بی‌طرف نباشند. برای اهل جامعه، برای جامعه شهروندی، برای آموزگاران چه توصیه می‌کنید؟ در مورد اینکه قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول کرده شد، پیشوای ملت در برآمد خود تاکید نمودند که مقصد از قبول قانون مذکور از مد نظر تعلیم و تربیه والدین دور نماندن فرزندان یعنی کودکان است و باید تاکید نمود که قانون مذکور امروز هم عهده‌داری‌ها در بخش تربیه و هم عهده‌داری‌ها در بخش تعلیم را وظیفه هر یک پدر و مادر با حضور نمده است و آنها هم باشند از لحظه تولد فرزند یعنی هنگامی که تولد میگردد گرفتن تولد فرزند آنها بعدا به بخچه ها جایگیر نمودن فرزند و تمام تجهیزات تعلیمی و مواد تعلیمی تأمین کردن فرزند در برابر آن دادن آزادی ها مهر انکشاف روحی و جسمانی فرزندان میباشد. اگر امروز از نگاه کنشه جمهوری تاجیکستان و دیگر سنت های معیار حقوقی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک شعار خیلی خوب در قانونگذاری مورد تنظیم معیاری قرار داده شده است که آن است که هر پدر و مادری که کودک خود را خوب تربیت نموده است در ایام پیرانسالی همین نگاه و بین همین تأمینات را میتواند از فرزند خود طلب کند و تغییر اضافه هایی که سال 2016 به کنشه جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد بار دیگر هم والدین را عهده‌دار نمود که کودک خود را تعلیم و تربیت نماید از نگاه مادی و معنوی او را پورا سالم به وای رساند و در برابر این هنگام پیرانسالی والدین از تأمینات فرزند خود از تأمینات مادی نگاهبین فرزند خود علاقه حقوق پیدا نمودند و همون فرزندانی که من بعد در تأمینات والدین سهم میگذارند نسبت آنها جوابگری پیش بینی کرده شده است. از این بر میآید که امروز هر یک پدر و مادر قدمهای استوار خود را هنگام پیشبرد فعالیت از جمله تعلیم و تربیه فرزند و در زمینه ماده‌های قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند گذارد و هر نقطه‌ای که در این قانون پیش بینی شده است آن باید همچون معیار حتمی جهت اجرایش عملی کرده شود. در برابر آن گفتن ضرور است که هر والدینی که امروز این مسئولیت را اجرا نمی‌کند نسبت به آنها در اساس کدیس اوکایران کنی معمولی و کدیس جنایتی جوابگری پیشبینی شده است. از این بر میاد که هر والدینی که خود را احترام می‌کند اعضای کامل حقوق جامعه خود را می‌حسابد باید در تعلیم و تربیه فرزند مسئولیت را پر را بزیمه گیرد.